در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا، خبرهایی از گفتگوی آمریکا و روسیه درباره بحران اوکراین، محکومیت حمله ائتلاف سعودی به یمن توسط سازمان ملل، حملات تازه داعش در عراق و سوریه و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه دوم بهمن شمار مبتلایان کرونا در جهان به 347 میلیون و 300 هزار نفر نزدیک شد و تعداد فوتی‌ها نیز از 5 میلیون و 650 هزار نفر عبور کرد. تاکنون حدود 276 میلیون و 900 هزار نفر از این بیماری بهبود یافتند. در آمریکا تعداد فوتی‌های روزانه پس از گذشت یک سال بار دیگر از مرز 3000 نفر عبور کرد. با ادامه گسترش سویه اومیکرون در هند، دستور ادامه منع تردد شبانه و آخر هفته در دهلی نو پایتخت این کشور صادر شد. روسیه، آلمان و هلند هم روز جمعه بیشترین موارد ابتلای روزانه خود از ابتدای شیوع کرونا را ثبت کردند. در فرانسه قانونی تصویب شده که طی آن ورود افراد بالای 16 سال به رستوران، سینما و سایر مکان‌های عمومی نیازمند ارائه کارت واکسن است. با شکسته شدن رکورد موارد ابتلا در لهستان، تست رایگان برای مردم این کشور در داروخانه‌ها نیز انجام می‌شود. از سوی دیگر گزارش‌ها از کاهش قابل توجه مبتلایان در بریتانیا حکایت دارد، اما در سوی دیگر موارد ابتلا در عراق و پاکستان به سرعت در حال افزایش است. همچنین در حالی که نیمه شرقی استرالیا با افزایش بی‌سابقه فوتی‌ها روبروست، ایالت‌های غربی این کشور هم زمان بازگشایی مرزهای خود را به 5 فوریه موکول کرده‌اند. مقامات بهداشت ژاپن نیز روز جمعه از شناسایی بیشترین موارد ابتلای روزانه خبر دادند. گفتگوی آمریکا و روسیه درباره بحران اوکراین. وزرای خارجه آمریکا و روسیه در راستای کاهش تنش‌های مربوط به اوکراین با یکدیگر دیدار کردند. سرگئی لاوروف گفته حضور نیروهای نظامی روسیه در مرز اوکراین برای حمله به این کشور نیست و ادعاهای مطرح شده در این زمینه صحت ندارد. آنتونی بلینکن هم تاکید کرده هر گونه حمله به اوکراین با پاسخ شدید آمریکا روبرو خواهد شد. هم‌اکنون حدود 100 هزار نیروی نظامی روسیه در مرز اوکراین هستند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار برطرف شدن نگرانی‌های امنیتی این کشور از جمله جلوگیری از پیوستن اوکراین به ناتو است. کشورهای استونی، لتونی و لیتوانی اعلام کرده‌اند به زودی موشک‌های ضد تانک و ضد هوایی به اوکراین ارسال خواهند کرد و آمریکا هم از ورود نخستین محموله کمک‌های نظامی به اوکراین خبر داده. این محموله شامل 90 تن مهمات برای نیروهای خط مقدم اوکراین است. محکومیت حمله ائتلاف سعودی به یمن توسط سازمان ملل. سازمان ملل متحد حمله هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان به زندانی در شهر سعده یمن را محکوم کرد. در این حمله در روز جمعه بیش از 70 نفر جان باختند و دست کم 140 نفر زخمی شدند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل ضمن درخواست توقف تنش‌ها از آغاز تحقیقات درباره این حمله خبر داد، اما ائتلاف انجام این حمله توسط نیروهای خود را رد کرده است. 8 سازمان امدادرسانی در یمن اعلام کردند این زندان محل سکونت پناهجویان بوده و در میان کشته شدگان زنان و کودکان نیز دیده می شوند. چند ساعت پیش از این حمله بندر هدیده یمن هم هدف قرار گرفت و 3 کودک جان باختند. طی ساعت گذشته بیش از 70 حمله به استانهای مختلف یمن انجام شده است. همچنین شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه با صدور قطعنامه‌ای حمله چند روز قبل حوثی‌ها به ابوظبی در امارات متحده عربی را نیز محکوم کرد. واکنش ایران به قطعنامه سازمان ملل درباره هولوکاست. وزارت خارجه ایران ضمن مردود دانستن قطعنامه سازمان ملل متحد درباره هولوکاست، آن را اقدامی در راستای سوء استفاده رژیم صهیونیستی برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود دانست. وزارت خارجه در بیانیه‌ای گفته اسرائیل همواره تلاش کرده از قربانیان جنگ جهانی دوم و یهودیان
به عنوان توجیهی برای اقدامات تجاوزکارانه خود بهره ببرند. طرح این قطعنامه که موضوع آن محکومیت انکار هولوکاست است، توسط آلمان و اسرائیل به سازمان ملل ارائه شده بود. بازگشت کارکنان دفتر اتحادیه اروپا به افغانستان. اتحادیه اروپا روز جمعه از بازگشایی دفتر نمایندگی خود در افغانستان خبر داده و تأکید کرده که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه تنها برای تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و نظارت بر وضعیت زندگی مردم این کشور است. وزارت خارجه طالبان هم اعلام کرده اتحادیه اروپا علاوه بر کمک بشردوستانه 220 میلیون یورویی، 268 میلیون یوروی دیگر را به افغانستان اختصاص داده که بخشی از آن برای پرداخت حقوق معلمان است. حملات تازه داعش در عراق و سوریه. نیروهای داعش بامداد جمعه به یک پادگان ارتش در شمال بغداد حمله کردند و دست کم 11 سرباز عراقی را به قتل رساندند، اقدامی که یکی از مرگبارترین حملات به ارتش عراق در چند ماه گذشته محسوب می شود. همزمان نیروهای گروه تروریستی داعش در سوریه نیز دست به حمله زدند و طی آن به یک زندان در شهر حسکه در شمال شرق سوریه یورش بردند تا زندانیان عضو این گروه را آزاد کنند. این یورش منجر به مرگ 41 نفر شد و در میان کشته شدگان 20 نیروی امنیتی سوریه و 5 غیر نظامی حضور داشتند و 16 داعشی نیز به هلاکت رسیدند.